تا چند روز دیگه GTA جدید قراره بیاد. میخوام این بازی رو با بازیای اصلیش براتون توی این ویدیو مقایسه کنم. پس به اپیزود جدید اتاق بازی مونا خوش اومدید. بازی GTA دقیقاً 2 روز دیگه میاد. خب به احتمال زیاد این بازی اون بازی نیست که ما طرفدارها بیش از 7 ساله که منتظرش بود. خود من حدود 1 ماه پیش یه ویدیو در مورد این بازی ساختم و یک سری پیشبینی هم در موردش کردم که متاسفانه اکثر این پیشبینی ها هم درست از آب در اومد. آقا ولش کن، پیت مثبت باشیم. با نزدیک شدن به تاریخ انتشار این بازی، راکستار یک سری اطلاعات جدید در مورد این بازی اعلام کرده. من هم این اطلاعات رو جمع کردم و یک سری مقایسه با بازی اصلی انجام دادم. پس بدون هیچ معطلی به قول گیم ونیا بریم تو کارش. بدون شک یکی از فیچرهای خیلی خاص بازی GTA موزیکای داخل بازیه. خب خودتون 100% میدونید که وقتی تو بازی GTA سوار ماشین ها میشید، رادیوی داخل ماشین شروع به پخش موزیک میکنه که خب اکثر این موزیک ها موزیک های لایسنس شده هستن، یعنی راکستار به صاحب این اثرها پول داده که بتونه این موزیک ها رو توی بازی استفاده کنه. خب این بازی ها الان دیگه نزدیک 20 سالشون شده و بدون شک خیلی از قراردادها برای این موزیک ها تموم شده. شرکت راکستار اعلام کرده که اونا تلاش کردن که بیشتر این موزیک ها رو به ریمستر برگردونن، ولی خب احتمالاً ما بعضی از آهنگا رو در بازی نخواهیم داشت. آقا بیاین زیاد منفی نباشیم و بیشتر به پیشرفت ها بپردازیم. تو بازی جدید شخصیت های ما حالا فیشل اکسپرشن هم دارن، چیزی که توی بازی قدیمی کلن حاضر نبود. البته این تغییر ظاهر شخصیت ها به مزاج بعضی از پلیر ها خوش نیومده و برای اونا حتی یک سری میم هم ساختن. به نظر من که اوکیه و بعضی هم الکی دارن شلوغش میکنن. خب خبر بعدی خبر خوب برای دارندگان کنسول سویچه. احتمالاً دیگه میدونید که این بازی قرار روی سویچ هم پورت بشه. یه اتفاق امیدوار کننده برای طرفدارهای نینتندو، چون خب راکستار از GTA چاناتان وار هیچ GTA دیگه ای رو روی کنسول نینتندو عرضه نکرد. پورت سویچ GTA ریمستر داره یک سری فیچرهای خاصی که مختص کنسول سویچه. مثلا شما روی کنسول سویچ میتونید با استفاده از سیستم جایرو نشونه گیری کنید، یا مثلا از سیستم تاچ برای کنترل منوهای بازی استفاده کنید. میدونم خیلی چیز خاصی نیست، ولی خب گفتم بگم که گفته باشم. نکته بعدی احتمالاً بزرگترین تغییر این بازی نسبت به نسخه های قبلیشه. خب این تغییر چیه؟ خب معلومه، تغییرات گرافیکی این بازی. راکستار برای بازسازی این 3 نسخه انجین قدیمی بازی رو به طور کامل کنار گذاشته و از انجین آنریل 4 برای ساخت این بازی استفاده کرد. استفاده از آنریل انجین باعث شده که نورپردازی توی بازی به مراتب بهتر بشه. ما حالا شاهد انعکاس در بازی هستیم. همچنین آنریل انجین این توانایی رو به سازنده ها داده تا آب و هوایی به مراتب پویاتری در این بازی بسازن. هوای بارونی در GTA 3 حالا به مراتب بهتر و طبیعی تره. خب اونه که کانال من رو دنبال میکنن میدونن که من ماه پیش بازی GTA San Andreas رو تموم کردم. اگر میخوام نظرم رو بگم، همه چیز بازی عالیه، ولی خب کنترل بازی نه. اما خوشبختانه این مشکل در بازی جدید به طور کامل حل شده. چرا؟ چون خب سازنده ها کنترل بازی GTA 5 رو به این بازی آوردن. این یعنی شما برای نشونه گیری توی این بازی از شولدر باتن ها استفاده می کنید، یا مثلا کنترل هواپیما یا هلیکوپتر ها توی این بازی به مراتب مدرن تر شده. ایول، این خوبه. یکی از رومخی ترین مشکلات بازی های GTA قدیمی این مینی مپ های پایین صفحه بود. خب احتمالاً میدونید تو بازی‌های قدیمی GTA خبری از GPS نیست. مقصد شما در مینی مپ شما نشون داده میشه، اما شما باید خودتون راهتون رو به سمت مقصد پیدا کنید. این میتونه خیلی اعصاب‌خرد کن باشه، یه پیچ اشتباه و ما باید کلی مسیر رو دوباره بریم. سازنده ها اعلان کردن که تو بازی جدید GTA ما سیستم نویگیشن بازی‌های مدرن رو هم خواهیم داشت. یعنی مینی مپ مسیر رسیدن شما به مقصدتون رو نشون میده. الان ممکنه یه عدتون بگید که این بازی ها تو دهه 80 میلادی اتفاق میفته. خب اون موقع که ما سیستم نویگیشن نداشتیم. آقا ردد 200 سال پیش اتفاق میفته، ولی ما توش نویگیشن داشتیم. این چه حرفیه؟ میدونی چرا انجام بعضی از مراحل بازی های GTA قدیمی
سخته، چون خب چیزی به اسم چک پوینت توی ماموریت ها وجود نداره. این یعنی اگه ماموریت شما فیل بشه، شما باید برگردید و از اول ماموریت خودتون رو تکرار کنید. خوشبختانه این مشکل هم توی بازی جدید تا حدود خیلی زیادی برطرف شده. سازنده قول چک پوینت رو توی بازی جدید به ما دادن. این یعنی اگه ماموریت شما فیل بشه، لازم نیست برگردین و از اول شروع کنید. شما میتونید به چک پوینت برگردید و از اونجا ادامه بدید. خبر خوب برای سویشدارها گفتیم، ولی الان میخوام یه خبر خوب برای اونه که ایکس باکس و پلی استیشن دارن بگم. بازی GTA Remastered Trilogy روی هر دوی این پلتفرم ها از سیستم اچیومنت و تروفی پشتیبانی میکنه. خب 100% میدونید که روی کنسول پلی استیشن 2 ما یه چیزی به اسم تروفی نداشتیم. برای همینم راکستار از صفر یه سیستم تروفی برای این بازی طراحی کرده. امیدوارم چالش هایی که توش گذاشته خوب باشه. نکته بعدی مختص بازی GTA San Andreas. تو بازی San Andreas ما کلی میشن داشتیم که سی جی باید حین رانندگی شلیکن میکرد. خب شلیکن رانندگی توی GTA San Andreas اصلا خوب طراحی نشده و میتونه خیلی رو مخ باشه، اما سازنده ها این قول رو به گیمرها دادن که این مکانیک بازی رو از اول طراحی کردن و به مراتب یوزر فرندلی تر کردنش. باید صبر کنیم و ببینیم نتیجه چی میشه. مورد بعدی یه خورده عجیبه، ولی این بازی از سیستم DLSS پشتیبانی کرده. خب احتمالاً میدونید که این تکنولوژی به دارندگان کارت‌های گرافیکی اینویدیا کمک میکنه که بازی‌ها رو با رزولوشن بهتر با کارت‌های ضعیف‌تر اجرا کنن. یه جوری این سیستم به کارت کمک میکنه که بازی رو روان‌تر اجرا کنه. بازی جدید از این تکنولوژی پشتیبانی میکنه که خب به نظر من این موضوع زیاد هیجان انگیز نیست. چرا؟ چون خب این بازی گرافیک خاصی نداره و سیستم DLSS هم برای کارت‌های جدیده که بدون شک این بازی رو بدون هیچ مشکلی میتونه با فریم عالی اجرا کنه. بدون شک رندیزه توی GTA قدیمی هیچ وقت نقاط قوت این بازی نبود. شلیک تو بازی‌های قدیمی این مجموعه گاهن خیلی بد هم هست و میتونه واقعا یه تاثیر منفی رو روی تجربه شما از بازی داشته باشه، مخصوصا اگه شما به سیستم‌های مدرن تیراندازی عادت داشته باشید. راکستار قول داده که این مشکل رو در این ریمستر برطرف کنه. البته به هیچ وجه انتظار یه سیستم مدرن تیراندازی مثل GTA 5 رو نداشته باشید، اما خب اون قول داده که تیراندازی رو توی این بازی به مراتب بهتر و روان‌تر کنه. نمیدونم، باید صبر کنیم و ببینیم. خدا رو چه دیدی یهو دیدی سیستم کاورگیری هم اضافه کرد. خب نظر شما چیه؟ حتما تو کامنت ها به هم بگید که دوست دارین کدوم یکی از این 3 بازی رو اول بازی کنید. و در آخر مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. یادتون نره کلیک سابسکرایب رو بزنید و حتما برای من کامنت بنویسین، چون کامنت های شما برای من خیلی مهمه. کلیک زنگوله رو بزنید تا از اپیزود بعدی من مطلع بشین. در توضیحات این ویدیو لینک اینستاگرام، تلگرام، دیسکورد و توییتر رو زدم. وارد بشین و واسه بشین. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.